آیا انجام گفتگو و مذاکرات صلح در مورد سوریه هنوز امکان پذیر است؟ بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگوی ویژه‌ای با شبکه لبنانی المنار وابسته به حزب الله لبنان با اعتماد به نفس تأکید کرد به پیروزیش اطمینان دارد و درباره ادامه بقای خود در قدرت و همچنین گفتگو و مذاکره با مخالفان گفت که این به خواست مردم بستگی دارد. انجام هر گونه گفتگویی در داخل و یا خارج از سوریه از جمله نشست ژنو باید با موافقت و خواست مردم سوریه باشد. این تنها شرط ماست و در غیر این صورت بیفایده خواهد بود. به همین دلیل ما با خیال راحت به این کنفرانس می رویم. مهمترین گروه مخالف بشار اسد اما اعلام کرد که در کنفرانس آینده ژنو شرکت نخواهد کرد و شرط بشار اسد برای برگزاری همه‌پرسی را غیر ممکن دانست. این یک شوخی است. در سوریه آزادی و امنیتی وجود ندارد. حتی زندگی در سوریه غیر ممکن است. چگونه میتوان تحت یک رژیم دیکتاتور و با این جنگ همه‌پرسی برگزار کرد؟ از سوی دیگر اعضای ائتلاف مخالفان حکومت سوریه که در استانبول گرد هم آمده بودند، سرانجام بر سر انتخاب میشل کیلو به عنوان رئیس جدید خود به توافق رسیدند.